اسمس های شهروندان دیگر نقاط مملکت رو مواجه هستیم که بعد اینکه میان اینجا در واقع وقتی برمیگردن ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن، طبیعتا انتقاداتی هم میشه. خب این انتقادات ها نباشه کار پیش نمیره. از کجا اومدین؟ سنندج. آخ زنده باد سنندج. واقعا سنندج هم از اون شهرهای دیدنی است، به خصوص تو فصل بهار، به خصوص کردستان خیلی نواحی قشنگی داره. برای چی دریا؟ والا همین دور اومدیم رای سیر و سفر. بعد معمولا چند روزه میرین سفر؟ سه روز اومدیم. سه روز؟ بله. شما مشغول فعالیت هستید در چه کاری؟ والا جلوبانی سازی. باریکلا مکانیک هستید؟ بله. هر چند وقت یه بار خانواده رو میبری سفر؟ والا هر وقت شما چی؟ به نظرت یه سفر خوب باید چه شرایطی داشته؟ باید بیای داره بگردی خوش بگذاری. خیلی مهمه که همسفرت کی باشه؟ والا هرچی نزدیک در باشه خوب تره. یعنی اینجوری؟ نه مثلا از نظر خانواده. شما مشغول چه کاری هستی؟ مشغول لوله کشی. چی؟ لوله کشی. لوله کشی. بسیار عالی. من یه سوال ازت دارم، شما گفتی بریم سفر یا همسرتون؟ والا با همگی. یعنی یه اون رسیدیم همه با هم گفتیم بریم سفر؟ من هم گفتم بچه ها بریم خوب خوشتان نبریم. پس دیدی کی گفته؟ خودم گفتم. نعمت خدا دادی. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. برجهت اگر سفر میکنید و مطمئنن در فصل تابستون قطعا یه برنامه برای سفر به شمال کشور را استفاده از این موهبت الهی رو دارید، رعایت اصول ایمنی و همچنین رعایت بهداشت رو هیچ وقت فراموش نکنید برای سالم نگه داشتن و تمیز نگه داشتن دریا. صدها بارم این صحبت رو بکنیم بازم جالب. آقای امانی، معمولا چه موقع از سال خیلی گردشگر زیادتر هست؟ خب شمال کشور به واسطه جذابیت‌های خاصی که داره در همه فصول گردشگرهای بسیار بسیار زیادی مراجعه میکنن. اما خب اگه بخوایم یه تاریخ خاصی رو خدمتتون ارائه بدم، اینی که ما در فصل خرداد به بعد که مدارس تعطیل میشه به واسطه دریا، موهبت بسیار بسیار مهم الهی که در اختیار ما هست، در این فصل بیشتر مراجعه میکنن به منطقه ما. شما فرمودید دریا برای حفظ و صیانت از کرانه های زیبای دریای خزر، و واقعا میگم این امانتی است دست ما و باید به نسل های آینده تحویل داده بشه. چه کار باید کرد؟ من پیشنهادم اینه که گردشگرها که تشریف میارن به منطقه، توصیه های ایمنی که بهشون میشه، توصیه های خدماتی که مامورینمون بهشون میکنن در دستور کار خودشون داشته باشن. خب اون مواردی که در واقع جزء وظایف ما هست از قبل هماهنگی لازم رو میکنیم، اجازه نمیدیم که اونجوری که حالا شما بعضی از صحنه‌های زشت رو دیدید تکرار بشه، و قطعاً صحنه‌های خوب جای صحنه‌های زشت رو بیشتر میگیره. شنا کردن تو دریا با شنا کردن تو استخر چه فرق می‌کنه؟ خیلی زیاد. والا مسافرینی که تشریف میارن چون فکر میکنن توی استخر به راحتی شنا میکنن، با فنون شنا کردن تو دریا آشنا نیستن متاسفانه. حادثه درسته و حادثه تلخی هم هست واقعا. بله یعنی حتما